یک سال پیش خامنه‌ای در اوج کرونا وقیحانه ایستاد و گفت مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق‌العاده نیست. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست از این بلا. و امسال پس از هزاران قربانی و میلیون‌ها آسیب دیده از کرونا، باز هم به بهانه درختکاری به صحنه آمد و گفت بلای بزرگی رو که در اون ایام میتوانست متوجه کشور بشه از سر دور کردن. به کرونا اومده. حالا از شما بپرسم، از هر کی بپرسم که آقا این چی ماهیتش براخره؟ اینقدر حرفای پرت و پلا و متفرقه تحویل مردم داره، من نمیدونم چیکار باید بکنم. فقط شدم من ته رودخانه زخمی و جنازه جمع کن. خب به جای وزیر بهداشت بذارید مدیر کل مردشورخونه. برای چی این وزیر بهداشت برای چی میخواین؟ اما راهکار خامنه‌ای برخلاف سایر کشورها به جای خرید واکسن، همه رعایت کنن هر چی که ستاد ملی کرونا گفت. اگر سفر رو ممنوع کردن سفر نرن، بنده که قطعا سفر نخواهم رفت. یک رسانه حکومتی با اشاره به بیعملی و توصیه های آبکی سران نوشت واقعا معلوم نیست مردم باید به ابراز نگرانی شدید مسئولان بلند پایه توجه کنند یا بیعملی ها را ببینند. هشداران مسئولان تبلیغاتی بیش نیست، مرتباً از بایدها سخن میگویند. خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. چرا خامنه ای در اوج کرونا با فتوای ممنوعیت واکسن مانع درمان شد و حالا فقط توصیه اخلاقی میکند؟ ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این همان کرونای پلید ولایت است که با خون مردم ارتزاق میکند. بلا برای ما تبدیل میشه به نعمت، تهدید تبدیل میشه به فرصت. اما پاسخ و خواسته اصلی مردم ایران، اینجا کرمانشاه خیابان جلیلی 10 اسفند، مرگ برت خامنه ای. اگر شرف داری که نداری، مردم تو را نمیخوان، گم شو. اگرم گم نمیشی که مردم بیرونت میکنن.